نکته ای که وجود داره اخیراً تاکید شده توسط مقامات اقتصادی کشورمون که دستور به تثبیت قیمت ها دادن. آیا تثبیت قیمت ها یک فرایند دستوری است؟ آیا خود تثبیت قیمت ها علت معلول این شرایط چیه؟ معلول این شرایط اگر همون خلق نقدینگی و مسائل اینچنینی باشه، ما برای جلوگیری از خلق نقدینگیمون چه کارهایی انجام دادیم؟ نمیرسیم در مورد همه این موارد در این حدوداً 20 دقیقه با جناب آقای علی سعدوندی اقتصاددان و استاد بانکداری صحبت بکنیم، ولی سعی میکنیم که گذری داشته باشیم به برخی از این مفاهیم. همراه میشیم با آقای علی سعدوندی با سوالاتی که خواهم پرسید. سلام، صبح بخیر آقای سعدوندی، خیلی ممنون که اینجا هستید. خب آقای سعدوندی، دستور به تثبیت قیمت ها در بازار داده شده، الزامات تثبیت قیمت محصولات در بازار چیست؟ با شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای تهانی و بینندگان محترم برنامه بورسان. سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، ما در علم اقتصاد معتقدیم که برخی از مسائل غیر شهودی یا ضد شهودی است. یعنی شما برای مقابله با یک پدیده یا سیاست گذاری در مورد یک پدیده یک سری راهکارهایی در ابتدا به ذهنتون میرسه، اما این راهکارها در نهایت به ضرر اقتصاد خواهد بود و این راهکارها شما رو به اون هدفی که در نظر داشتید نمیرسونه. مثال مشخصش همین سوالی که شما مطرح فرمودید. ما ملاحظه می‌کنیم که در اقتصاد، در مثلا اقتصاد ایران، در حال حاضر تورم داریم. سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایشه. قیمت کالاها، قیمت مثلا ارزاق و خوراکی‌ها به شدت در حال افزایش هست. خب اولین راهکاری که به ذهن غیر حرفه‌ای یک فردی که اقتصاد نخونده میرسه این هست که اگر شما اومدید دستور دادید که قیمت‌ها رو تثبیت کنند، خب قیمت‌ها تثبیت میشه، پس تورم کنترل میشه. خب این راهکاری هست که ما حدود 50 سال هست، از قبل از انقلاب، از ابتدای دهه 50 تا امروز انجام دادیم. هر مسئولی که سر کار اومده چند سال این راهکار رو به اجرا درآورده. مثلا هر 8 سال دولت تعویض که شده، دولت تغییر که کرده، مسئولان جدیدی سر کار اومدن و اینا برداشتشون این بوده که بلافاصله میتونن تورم رو کنترل کنن و شاید برداشت اولیه‌شون هم این هست که پیشینیان اینها خائن بودند و اقدام به کنترل تورم نکردند، اقدام به تثبیت قیمت‌ها نکردند. و اگر که شدیدتر این مسئله تثبیت قیمت‌ها انجام بشود یا اینکه سامانه کامپیوتری باشد که بتوانند نظارت کنند، مشکل حل می شود. و مجدداً این سیاست 50 ساله مجدداً تکرار شده و نتیجه خیلی عجیبه جناب تهانی. من که عرض می کنم در اقتصاد مسائل ضد شهودی داریم، این هست که هرچه این سیاست ها تشدید شده وضع اقتصاد بدتر شده. الان هم ملاحظه می فرمایید که بعد از 50 سال اولین راهکاری که دولت ارائه داده و مسئولان عالی رتبه اقتصادی کشور ارائه دادن برای کنترل تورم، تثبیت قیمت هاست، قیمت گذاری، سیاست های تعزیراتی است، استفاده از سامانه هایی است که به قول خودشون کل زنجیره تولید رو چیکار کنند، کل زنجیره تولید رو مورد نظارت قرار بدهند. یعنی برداشت این هست که نظارت ها ضعیف بوده، اگر نظارت ها تقویت میشد ما به کنترل تورم می رسیدیم. و جالب اینجاست، همزمان که این سیاست ها در پیش گرفته میشه، نرخ تورم هم افزایش پیدا میکنه. حالا اگر فرصتی بود من توضیح میدم که چرا این سیاست ها نه فقط ضد تورمی نیست، بلکه این سیاست ها اصولا سیاست های ابر تورمی است. خب خوبه، اتفاقا راجع به این مسئله میخوایم با هم صحبت بکنیم. من تجربه برخی از کشورها رو میدیدم، دیدم چیزهایی یا نهادهایی مثل ستاد تنظیم بازار در کشورهای پیشرفته هم وجود داره. اصولا در اقتصاد در جاهایی ممکنه که تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخوره، برای همین منظور سیاستگزار، خدمت شما عرض کنم که میاد در بازار دخالت میکنه و سعی میکنه که عرضه و تقاضا رو به هم برسونه. عرض کردم در کشورهای مثل نروژ، ژاپن و کشورهای دیگه هم این تجربه
تجربه وجود داره. چرا در ایران اتفاق نمیفته؟ فرقش چی شده که در ایران وقتی این عناوین میاد تولید کننده تن و بدنش میلرزه، مصرف کننده هم تن و بدنش میلرزه. دولت قبلی میخواست تخم مرغ و مرغ و ارزون نگه داره، الان مرغ و تخم مرغ از اون چیزی که در ترکیه هم از گرونتر شده. حالا تخم مرغ به شانه بیش از 50,000 تومان هم رسیده. به عنوان یه نمونه ساده دارم عرض میکنم. تفاوت ها چیه؟ اون ضد تورمی چیه؟ بفهمید. بله، ببینید مسئله اصلی اینجاست که ریشه تورم نکته دیگری است. یعنی تورم ریشه معمولا ریشه پولی داره و حتی زمانی که تورم ریشه طرف عرضه داره و ریشه هزینه ای داره، این به تورم های سنگین منجر نمیشه. یعنی در یک تئوری که اتفاقا من دیشب هم تدریس میکردم، نیوکلاسیکال تئوری آف انفلیشن، یعنی تئوری در واقع نئوکلاسیک تورم، در اونجا تورم طرف عرضه رو در نظر میگیرن، ولی تورم طرف عرضه 1%، 2%، 3% ممکنه تورم ایجاد کنه، نه مثلا 50%، نه 60%. دقت میفرمایید؟ پس ریشه تورم ریشه پولی داره. یعنی چی؟ یعنی رشد حجم پول از رشد مقدار تولیدات در اقتصاد بیشتر میشه، فزونی پیدا میکنه، این موجب تورم میشه. خب حالا ببینید، یعنی پول بیشتری در جیب افراد هست، پول بیشتری در جامعه در جریان هست، به اون میزان کالا وجود نداره. هر چقدر پول افزایش پیدا میکنه، نقدینگی افزایش پیدا میکنه، پای پولی افزایش پیدا میکنه، این باعث در واقع این میشه که قیمت ها افزایش پیدا کنه، چون یک تعادلی باید باشه بین رشد پول و رشد کالا. خب حالا اگر که شما اومدید یک مقدار کالا در جامعه دارید، یک تعدادی از این کالاها رو قیمتش رو تثبیت کردید به انواع مختلف، مثلا قیمت انرژی رو تثبیت کردی کامل، قیمت انرژی رو اصلا تغییر ندادی، یا مثلا نرخ ارز رو تثبیت کردی و قیمت کالای خارجی تثبیت شد، خب مقدار رشد پول که تغییری نکرده، پول که داره مرتب رشد میکنه و در جامعه جریان پیدا میکنه، این پول مازاد اصابت میکنه بر کالاهایی که قیمتش تثبیت نشده یا اصولا قابل تثبیت نیست. این هست که شما در جوامعی مثل جوامع ما میبینید که قیمت نان تریدبلز به شدت افزایش پیدا میکنه، به طور مشخص قیمت زمین به شدت افزایش پیدا میکنه. الان در کشور ما زمین و املاک هم از نظر تاریخی هم در قیاس با سایر کشورها، وقتی که ما با در واقع درآمد سرانه جامعه مقایسه میکنیم یا میانه درآمد رو در نظر میگیریم، قیمت مسکن بسیار بسیار بالاست. پس اون تثبیت قیمت ها در اونجا باعث شده که اینجا قدرت خرید مسکن به شدت کاهش پیدا کنه، به طوری که اخیراً ما به سطحی رسیدیم که قدرت خرید مسکن شاید برای یک ایرانی در جهان بی‌نظیره. یعنی بالای 100 سال باید درآمد انباشت بشه تا بشه یک مسکن تهیه کرد. این اتفاقاً از همون سیاست‌های تثبیت قیمتی اومده است. دقیق می‌فرمایید. ببین فقط یک نکته دیگر من خدمت شما عرض کنم. در مورد کشورهای دیگه که شما فرمودید که نهادهایی وجود دارن که اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنن و اقدام به اعمال تعادل در بازارها میکنن، ببین در همه بازارها این کارو نمیکنن. مثلا در ژاپن در بازار خودرو نمیاد دخالت کنه، شرکت هایی هستن مثل تویوتا، مثل هوندا، که اینها با هم دیگه رقابت میکنن و قیمت در بازار تعیین میشه و این رقابت، حاصل این رقابت افزایش کیفیت هست و کاهش تدریجی قیمت کالاست. این در این کشورها در بازارهای دخالت میشود که مثلا دچار انحصار طبیعی هستند، مثلا توزیع آب و برق و گاز، اینا انحصار طبیعی دارن و دولت اقدام تنظیمگری میکنه. حالا جالب اینجاست که در همین کشور ما که بالاترین سطوح نظارت بر قیمتها اعمال میشود، سختترین تعزیرات حکومتی وجود داره، در همین کشور ما نهاد تنظیمگر متاسفانه نداریم. حالا باز اگر فرصت شد بعدا خدمتتون بیشتر در مورد نهادهای تنظیمگر توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم. اینجا دو منظر میخوام نگاه بکنم، منظر تولید کننده و منظر مصرف کننده. خب سیاست گذار داره نگاه میکنه که الان گرون داره میشه اجناس و حالا درست انحصار طبیعی نیست، ولی تحریم ها باعث شده که یه انحصاری به وجود بیاد، چون نمیتونی واردات قدرتمند داشته باشیم و کار در اختیار چند تا تولید کننده است احتمالاً. خب میخواد به مردم یا افراد محروم جامعه کمک بکنه، که البته تورم خوراکی در پارسال تا امسال نشون داد که متاسفانه کار خیلی بزرگی نتونستن انجام بدن. از این ور تولید کنندم داریم، ما کشتن دام‌ها رو توسط تولید کنندگان داشتیم، یا زمزمه‌ها اینه که تولید داره یه مقدار فتیلش میاد پایین به خاطر اینجور مسائل و کم شدن حاشیه سودها. سیاست‌گذار باید چه کار کنه؟ مصرف کننده رو بیخیال بشه؟ به هر حال تحریم هم هستیم، تولید کننده هم هر کاری دوست داره این وسط انجام بده. ببینید، ما عرض کردم خدمتون خیلی از سیاست‌های اقتصادی ضد شهودی میتونه باشه. یک سوالی که میتونه مطرح بشه برای سیاست‌گذار اقتصادی این هست که کدام را ترجیح بدهد؟ آیا گسترش اشتغال و تولید و رشد تولید رو در اولویت قرار بدهد، یا تأمین مایحتاج مصرف کننده؟ اتفاقا ما در 50 سال گذشته باز اینجا هم همیشه تأمین مایحتاج مصرف کننده اولویت داشته. حالا وقتی که تأمین مصرف کننده اولویت داشته باشه، یا تأمین کالاهای اساسی اولویت داشته باشه، دقت بفرمایید، این در واقع یک انتقال ثروتی هست به افرادی که قدرت خرید دارند. من میتوانم گوشت بخرم، به جایی که مثلا کیلوی 200 هزار تومان بخرم، کیلو 50 هزار تومان بخرم. دقت فرمودید؟ خب این الان یک انتقال ثروتی به من صورت میگیره، چون من قدرت خرید دارم، چون من کار دارم، چون من در دهک‌های برخوردار جامعه قرار دارم. اما وقتی که شما بیکاری دارید، مخصوصا در میان جوانان نرخ‌های بیکاری بالای 23% هست، با چنین سیاست‌های متأسفانه ما موجب میشیم که اشتغال کاهش پیدا کنه، و مهمترین سیاست ضد فقر افزایش اشتغاله، و در مقابل مهمترین سیاستی که موجب فقر می شود اتفاقا سیاست هایی است که بیکاری رو افزایش میده و اشتغال رو کاهش میده. پس ببینید، در یک تقابلی که در ذهن سیاستگزار ایرانی بوده که آیا من باید به تولید بیشتر اهمیت بدم، البته شعار تولید ملی که همیشه داده شده، ولی در سیاستگزاری ها اگر مثلا کالای اساسی رو می توانستن از خارج تهیه کنن، اقدام به تولید ملی مثلا به عنوان مثال نکردن. مثلا 25 کالای اساسی ما داریم، خب این ارز 4200 رو یا ارز سوبسیددار رو یا ارز دولتی رو می توانستند به کالاهایی بدهند که کالای اساسی بودن برای تولید داخل، یعنی می توانستند سوبسید رو به تولید بدهند، ولی این مسئله صورت نگرفته. ما از خارج کالای اساسی وارد کردیم که افرادی که برخوردار هستند و از قدرت سیاسی برخوردار هستند اینها اعتراض نکنند. دقت بفرمایید، اون وقت بیکاران باید اعتراض کنند. خب تعداد بیکاران به شدت افزایش پیدا کرده، ولی بیکاران معمولا در هیچ اقتصادی صدای بلندی ندارند، مخصوصا در اقتصاد ایران بیکاران تشکل ندارند. دقت فرمودید، ما تشکلای کارگری داریم، ولی تشکل بیکاران که نداریم، که بیکاران نماینده‌ای در قدرت ندارند. این هست که ما در واقع داریم از محل رفاه خانوار، از محل ثروت ملی داریم سوبسید میدیم برای مصرف کوتاه مدتی، که در نهایت همونجور که شما فرمودید منجر به این میشه که ما کشتارگاهامون هم باید کشتارگاهامون فعال میشن، دامداریهامون از بین میروند. خب اینها مشکلات خیلی اساسی است که میبینید که در یک مرحله ممکنه که با این سیاست شما بتونی قیمت مرغ و قیمت گوشت و تخم مرغ رو ارزون کنی، ولی در مرحله بعد اتفاقا قیمت اینها بیشتر از آنچه که تورم باعث شده میبینید که رشد میکنه. خب یکی از راهکارهای مهار تورم که امروز روزنامه کیهان هم بهش پرداخته شده بود، هدایت خلق نقدینگی مخصوصا از بانکهای بخش خصوصی به سمت تولیده. این یعنی چی؟ افراد قبلی عقلشون نمیرسید این کار رو انجام بدن. این کلید واژه هدایت نقدینگی وقتی به اقتصاددانا گفته میشه، یه لبخند شبیه لبخند شما رو میزنن. قراره چه اتفاقی بیفته؟ بله ببینید، البته هدایت نقدینگی درسته. ببینید، حالا من نمیدونم که مقاله کیهان رو نخوندم،
ولی عبارت جدیدی آوردن به کار بردن تحت عنوان هدایت اعتبار. دقت می‌فرمایید؟ ببینید در کشورهای دیگه یه سری سیاست وجود داره تحت عنوان کردیت ریشنینگ شناخته میشه و اون این هست که دولت از طریق نظام بانکی سعی میکنه که از سکتورها به بخشی از بخش‌های اقتصادی منابع رو تزریق کنه. حالا اینا چه بخشایی هستن؟ اینا بخشی هستن که پازیتیو اکسترنالیتیز دارن. پازیتیو اکسترنالیتیز یعنی برونداد مثبت، آثار خارجی مثبت. یعنی وقتی اون بخش اقتصادی رشد کرد نه فقط خود رو رشد میدهد بلکه سایر بخش‌ها را به تکاپو وامی دارد، سایر بخش‌ها را هم رشد میدهد. مثل مثلا آموزش. آموزش اگر گسترش پیدا کنه نه فقط خود بخش آموزش گسترش پیدا کرده موجب اشتغال میشه، بلکه اگر این آموزش کاربردی باشه اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی هم افزایش پیدا میکنه. این رو تحت عنوان هدایت نقدینگی میشناسیم. اما مسئله جدیدی که مطرح شده هدایت اعتباره و این یه مقداری بالاخره به نظر مثل شوخی هم درش هست. حالا نمیدونم چقدر این مسائل جدی اقتصادی رو ما میخوایم به شوخی بگیریم. صحبت چون اینه که ما باید خلق پول کنیم، یعنی خلق پایه پولی به طور مشخص، همینی که باعث تورم 50-60% امروز شده و همونی که باعث شد در ونزوئلا تورم به چند میلیون درصد برسه. این عزیزان عنوان میکنن که خلق پول بانک مرکزی انجام بده، منتها بانک مرکزی توسعه‌ای باشه. حالا با این عناوین پرتمطراق کیه که بخواد مقابله کنه؟ کیه که بخواد انتقاد کنه؟ بانک مرکزی توسعه‌ای، شما به محض اینکه بیاید انتقاد کنید میگن شما مخالف توسعه ایران هستید، شما مخالف پیشرفت کشور هستید. در حالی که در بانک مرکزی توسعه‌ای از هیچ پایه پولی ایجاد میشه، این پایه پولی در اختیار یک بخش خاص قرار میگیره، مثلا در اختیار صنعت خودرو قرار میگیره. خب امروز که پول خلق شد، امروز که بانک مرکزی پول خلق کرد، چگونه بانک مرکزی پول خلق میکنه؟ ببینید اون مسئول محترم در بانک مرکزی این انگشتاشو میگیره میذاره روی کیبورد، مثلا 7000 میلیارد تومان، این چیزی که پارسال اتفاق افتاد، 7000 میلیارد تومان منتقل میشه به مثلا بانک ملی. بانک ملی این 7000 میلیارد تومان رو منتقل میکنه به کجا؟ مثلا به شرکت ایران خودرو و سایپا. دقیق فرمودید. خب این فرایندش کلن 2 روز طول میکشه. 2 روز بعد این پول در بله داریم بفرمایید. بله عرض میکردم. ببینید به محض اینکه خلق پول صورت بگیره 2 روز بعد این پول منتقل میشه به حساب مثلا ایران خودرو نزد بانک ملی و ایران خودرو حقوقا رو پرداخت میکنه. به محض اینکه حقوقا پرداخت شد در عرض 3-4 روز این تبدیل به تقاضا برای همه کالاهای عمومی میشه. حالا اینکه شما هدایت اعتبار بکنید یعنی مثلا 3 روز به تولید بیشتر مثلا منابع رو رسوندید، بعدش دوباره پخش میشه در جامعه و صرف افزایش تقاضا و صرف تورم دیمند پول خواهد شد. یعنی اینها بیشتر به نظر میسه شوخی هست و افرادی دنبال بالاخره منافع شخصی هستند، وگرنه اقتصاد اینقدر بی پایه نیست که اینجور ادعاهایی بکنیم. خب باز یکی از راه‌های جلوگیری از تورم گفته میشه که ما باید بذاریم تولید داخلی پا بگیره، همونطور که شما گفتید رشد تولید به وجود بیاد، اشتغال زیادتر بشه، رشد تولید ارز رو بالا میبره و بازار متعادل میشه، رقابت قیمت‌ها رو میاره پایین. اما داریم میبینیم یه جاهایی داره جلوی واردات برخی از کالاهایی که مشابه خارجی دارن گرفته میشه به اسم حمایت از صنعت داخلی. ما قبلا این تجربه رو در جای شبیه ایران خودرو سایپا داشتیم که جلوی واردات رو گرفتیم و این صنعت خیلی خودش رو تکونی نداد که رشدی بکنه. اون شرکتایی هم که الان دارن خودروی داخلی جدید میزنن سیکیدی فروشن، یعنی میارن اینجا سر هم میکنن میفروشن، خیلی کار بزرگی در داخل انجام نمیدن، شاید 30-40% قطعات ساخت داخل باشه. ما این مسئله رو الان داریم در صنعت لوازم خانگی هم میبینیم. آیا این گونه تصمیمات به رشد تولید داخلی میانجامد؟ نه نمیانجامد، متاسفانه نه فقط نمیانجامد بلکه وضع تولید رو به وخامت میبرد. دقت بفرمایید. ببینید جناب تهانیگی چند تا اصل در این فرمایشات شما بود که باید بهش توجه بشه. هدف ما نباید هر تولیدی باشه، هدف ما باید تولید کالای کیفی باشه. اتفاقا من یک مقاله یک زمانی داشتم می نوشتم تحت عنوان Capital Accumulation or Garbage Collection. اتفاقا در همین زمینه در ادبیات رشد و توسعه این مقاله رو می نوشتم.
شما اینکه فقط سرمایه انباشت کنید به توسعه منجر نمیشه، بلکه ممکنه که این سرمایه رو که شما انباشت میکنید حتی کانتر پروداکتیو باشه، یعنی حتی ضد کارایی باشه. یعنی شما یک مثلا سرمایه رو ایجاد کردید، یک کارخونه رو ایجاد کردید با ماشینالات دموده، اون وضعیتی که شما شاید خاطرتون باشه در اتحاد جماهیر شوروی بود، در کشورهای سوسیالیستی بود، اینها واحدهای بزرگ صنعتی ایجاد کرده بودند که به شدت ناکارا بودند، به شدت سنگین بودند، به شدت لخت بودند، اینرسی خیلی بالایی داشتند، کارایی خیلی پایین داشتند، در نهایت کل سیستم فرو پاشید. پس هدف ما تولید خودرو فقط نیست یا تولید لوازم خانگی فقط نیست، هدف ما تولید خودروی کیفیه. شما اگر بخواید تولید خودروی کیفی داشته باشید باید رقابت داشته باشید، باید نه فقط باید رقابت داشته باشید، باید یادگیری داشته باشید. ببینید روند پیشرفت صنعت خودرو در چند سال گذشته با پیشرفت صنعت لوازم خانگی کاملا متفاوت بوده. چرا؟ صنعت خودرو حمایت‌های دولتی رو داشته. در صنعت خودرو به دلیل پلاک کردن خودرو، یعنی به دلیل اینکه خودرو رو باید ثبت کنن، امکان قاچاق وجود نداشت یا خیلی محدود میشد، از محل فساد در گمرک واردات خاص داشت. دقت میفرمایید؟ بنابراین این صنعت در کنترل دولت قرار گرفت، تحت حمایت‌های دولتی قرار گرفت و در نهایت همینی شد که الان داریم میبینیم که هیچ گونه نوآوری این صنعت نداره. برعکس صنعت لوازم خانگی، چون ما با پدیده لنج ها و کولبری مواجه بودیم و با پدیده قاچاق مواجه بودیم، خب این صنعت همیشه احساس خطر می‌کرد. برای همین این صنعت کاملا هم خصوصی بود، این صنعت خودشو بالا کشید. یعنی شما ببینید از نظر کیفی این صنعت خیلی بیشتر رشد کرده. حالا جالب اینجاست، همین صنعتی که خیلی رشد بهتری داشته ناگهان با ندای شوم حمایت گرایی مواجه میشه. این ندا میتونه خیلی خیلی صدمه بزنه. البته این رو عرض کنم خدمتتون، یک تصمیمی چند هفته پیش گرفته شد، به نظر من تصمیم درستی بود، و اون این بود که قرار بود از ارز دولتی برای واردات لوازم خانگی استفاده بشه. یعنی ارزی که ما در یکی از کشورها داشتیم، یعنی دولت در یکی از کشورها داشت، قرار بود این به جای این ارز به ما لوازم خانگی بدن. خب این در واقع سوبسید روی واردات، سوبسید روی واردات خیلی کار غلطی، نباید انجام بشه. دقیق می‌فرمایید. ولی اگر ما بیفتیم به وعده حمایت گرایی در صنعت لوازم خانگی مثل صنعت خودرو، شما می‌بینید که به تدریج همین پیشرفت‌های کیفی که در صنعت لوازم خانگی به وجود آمده، همین پیشرفت‌ها متوقف میشه. ولی جناب طهانی اجازه بدید من یک عریضه‌ای داشته باشم به یک نکته‌ای که شما فرمودید. هیچ اشکالی نداره که صنعت ما CKD سوار کنه، هیچ اشکالی نداره که ما صنعت SMD داشته باشیم. دقت بفرمایید، دلیلش رو خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید الان در بورس در نظر بگیرید، حاشیه سود صنایع ما یه چیزی بین 20 تا 40 درصد هست. یعنی چی؟ یعنی اگر تمام کالا کلن وارد بشه، فقط اینجا سرهم بشه و توزیع بشه، 20 تا 30 درصد ارزش افزوده در همین کشور میمونه. دقت بفرمایید، فقط هزینه های اسمبلی، هزینه‌ای که به کارگر پرداخت کنیم، یه چیز حدود 20 درصد میشه. بنابراین اگر به جای اینکه اون کالا در چین تولید بشه یا در ژاپن یا در تایلند تولید بشه، در ایران تولید بشه، حداقل 50 درصد ارزش افزوده به ما منتقل میشه. این رویکرد غلطیه که ما بخوایم مثلا کل لوازم خالقی رو در کشور تولید کنیم یا کل خودرو رو در کشور تولید کنیم. اتفاقا یکی از دلایل عقب افتادگی ما همین سیاست‌هایی که بر خودکفایی افراطی تأکید می‌کردن، همین باعث شد که ما توسعه صنعتی نداشته باشیم. خیلی ممنون آقای سعدوندی، خیلی دوست داشتم بیشتر و مفصل‌تر با شما صحبت بکنم، متأسفانه وقتمون تمام است و خدا نگهدار. خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار. سلامت باشید.